سلام به همه دوستان عزیز خیلی از دوستان تو کامنت ها نوشته بودن که موقعی که میرن پیش پزشک واسه بیان مشکلاتش اون در از مشکل دارن و نمیدونن که چجوری میتونن به آلمانی جملات مربوطه رو بگن رو همین حساب من براتون چندین تا جمله بسیار کاربردی آماده کردم که اگه اینا رو یاد بگیرید به راحتی میتونید با دکترهایی که فقط آلمانی زبان هستن ارتباط برقرار بکنید خب اولین چیز چیه؟ اینکه یه نوبت بگیرید خب که اشماش گرن گرنه اینن تمین خب به من اینکه من میخوام که یه نوبت داشته باشم پیش دکتر بعد جمله بعدی موقعی که اونجا هستید میگید که مثلا میگه مشکلتون چیه؟ میگید اشماش میش انتظوخن لسن انتظوخن لسن یعنی بذارید که ماینه ما بشید ما که بیشه دکتر هستید خب دکتر شما میبرسه مشکلتون چیه و اینا شما میتونید دیگه این جملات رو توضیح بدید به طور مثال میتونید بگید ایشهاب فیبا اون اشتارک هالسش مرسن. یعنی من تب دارم و گلودرد شدیدی دارم میتونید بگید ich habe د یعنی میتونید بگید که من فکر میکنم که من گریپه دارم به معنی آنفلانزهای شدید habe eine ارکلتونگ یا ایشپین ارکلتت یعنی من سرما خوردم من Nase läuft. یعنی آبرزش بینی دارم. جمله دیگه که میتونید بگید اگه بدن درد داشته باشید اشبین bin و مین mein ganzer من خسته هستم و تمام بدنم درد میکنه. به اسهال یا بیرون روی میگن دوشفال. دوشفال. ich habe Durchfall. به, به اگه بخوام بگین دل درد دارم میگید مین باخ توتوه مین mein توتوه میخواد به دکتر بگید که براتون استلاجی بنویسه که مریض بودید حالا چه برای سر کارتون چه برای اگه کلاسی میرید یا برای هر چیزی میگید که کنزیمیا بته این کرنک ملدون شرایبن ملدون. و همون کاغذهای استلاجی میگن جملات بعدی که داریم ایشهاب کاپشمرسن یعنی من سردرد دارم اگه پوستتون خارش داشته باشه میگید ماین هاوت یوکت یوکت به ما... یوکن به معنای خارشه ایش موس ایما هوستن من همیشه باید سرفه بکنم جمله بعدی ایش هاب این گگن پولن یعنی من آلرژی دارم ضد گرد این گرد گل ها و اینا تو فصل بهار تابستون اینجا یه نکته حساس رو باید دقت بکنید که تو تلفظ پلن باید دقت بکنید خب پلن به معنی گرد و گرد گل و گیاه و از این چیز ولی اگه پولن به معنی آدمی که از کشور لهستان اومده باشه هست خب یعنی واسه تو تلفظ پلن خیلی دقت بکنید که نگید ایش به این آلرگی گیگن پلن خب این یعنی به اون آدمایی که از اون کشور هستن شما آلرژی دارید خب واسه این بحث خیلی واضح بگید ایش ها آلرگی گگن پولن. پولن این یه نکته بودش که خواستم حتما بهتون بگم جمله بعدی که میتونید بگید با زیش فولن هست یعنی احساس کردن ایش فوله میش شلشت یعنی من حالم بده ایش ها کپفه کپوه کپوه مثل کپشمرزنه یه کلمه دیگه براشه ایش کپفه با یعنی همون آبزش بینی هالس و گلو درد اون هوستن سرفه کردن بعد ارزم به حضور شما که اگر پیش دندون پزشک بودید میتونید بگید که ایش سان یعنی من میخوام دندونامو جرم گیری بکنم دندونامو ترتمیز بکنم من زین زین کلت مثلا میگه مشکلات اون چیه بعضی دیدین یه چیز سرد میخورن دندونشون تحریک میشه یا درد میگیره میگن حساسیت نسبت به سرما ما سین یعنی دندونای من نسبت به سرما حساسن اگه بخواد دندونتون رو به قول معروف حالا جرایی بکنه هر کاری بکنه پر بکنه این جزا کلمه بعدی که به کارتون میاد بتویبونگ. بتویبونگ به توی به به معنی سر کردنه خب شما میخواییم به دکتر بگید که حالا این کاری انجام میخوایی بدید دندون سر میکنید میگید که به کمه ایش به یعنی به کامنت یعنی گرفتن خب یعنی من یک سر کردن میگیرم به معنی اینکه آیا دندونم رو سر میکنید که بعد روش کاری انجام بدید و جملات مشابه خب زیاده اینو جملات اصلی بود که من براتون آماده کردم و اگه سوالی داشتین و یا مکالمه با یک پزشک خاصی رو یه فاخ که حالا مربوط به یه مسئله خاص بود هم اگر تمایل داشتین دو کامنت ها برام بنویسید من براتون جملات مربوطش رو حتما آماده میکنم که بتونید واقعا به کارتون بیاد تو زندگی روزمره در صورت امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید اگه ویدیو دوست داشتین لایک بکنید و تا ویدیوی بعد شما رو به خدا میسپارم بدرود